عفو بین الملل، بیانیه اقدام فوری درباره ساکنان کمپ اشرف در عراق، 22 دسامبر 2011، اول دی 1390. در 21 دسامبر نوری مالکی اعلام کرد با تمدید ضرب الاجل موافقت کردند. ساکنان کمپ اشرف موافقت کردند در صورتی که تضمین‌های مشخص حفاظتی داده شود به کمپ لیبرتی منتقل می شود. امنیت جان آنها می تواند به هنگام جابجایی‌شان در معرض خطر قرار گیرد. فراخوان به مقامات عراقی برای اتخاذ تمامی تدابیر ضروری برای تضمین سلامت ساکنان از جمله در دوران انتقال بعضی از آنها به لیبرتی. عفو بین‌الملل، بیانیه اقدام فوری، ساکنان کمپ اشرف در معرض خطر در عراق، 22 دسامبر 2011، اول دی 1390. بین 400 تا 800 تن از ایرانیان مستقر در کمپ اشرف در عراق تا آخر دسامبر قرار است به یک محل جدید منتقل شوند. امنیت جان آنها می تواند به هنگام جابجاییشان در معرض خطر قرار گیرد. عفو بین‌الملل به مقامات عراق فراخوان می دهد که حفاظت آنها را تضمین کنند. در 21 دسامبر نوری مالکی اعلام کرد که با تمدید ضرب الاجل بستن کمپ موافقت کرده است، اما تا پایان سال بین 400 تا 800 تن از ساکنان می توانند موقتاً به یک کمپ دیگر معروف به کمپ لیبرتی منتقل شوند. ساکنان کمپ اشرف موافقت کردند که 400 تن از آنان می توانند در صورتی که تضمین‌های مشخصی برای حفاظت آنها داده شود به کمپ لیبرتی منتقل شوند. نمایندگان سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کردند آنها حاضرند تا در اسرع وقت در این خصوص و همچنین برای یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای ساکنان با دولت عراق مذاکره نمایند. دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قبلاً طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که این ارگان تقاضانامه‌های پناهندگی بسیار زیادی از ساکنان اشرف دریافت کرده و مشغول انجام پروسه ارزیابی و تعیین تکلیف تقاضانامه‌ها به صورت خصوصی می‌باشد. این پروسه هنوز هم شروع نشده است. به مقامات عراقی فراخوان بدهید تا علیه ساکنان اشرف مرتکب نقض حقوق بشر نشوند. به مقامات عراقی فراخوان بدهید به منظور تضمین سلامت ساکنان کمپ از جمله در دوران انتقال بعضی از آنها به کمپ لیبرتی در تمامی مدت اقدامات ضروری را اتخاذ کنند.